در شهر وان ترکیه هستیم. بارش بارون رو داریم. هوا خیلی سرد هستش. 5 روز بعد از زلزله است. پناهجویان ایران، افغان و کردی که اینجا هستن بدون هیچ سرپناهی و بدون هیچ کمکی در وضعیت بسیار بدی به سر میبرن. من به سراغ یکی از خانواده های افغان میرم که وضعیت خودشون رو خودشون براتون شرح بدن. به سراغ پدر خانواده میرم. با سلام به شما. سلام به شما. میتونی خودتون رو معرفی بکنید؟ عبدالواسط تاجیک هستم، تبعی افغانستان. چند سال اینجا این؟ سال 2004 هم دیگه. 2004. بله بله. تو چه وضعیتی به سر میبرید؟ حالا یه وضعیت غیر انسانی دیگه. خودش در طول افسال نیم هم میشه. خودم بدونید کمکی از سازمان یا نهادهای غربی یا از سازمان ملل، غیر از این که سال 2004 اولین بار که به سازمان مراجعه کردیم، من یک بار یه پوشاک بچه گرفتم که این بچه کوچیک داشتم. دیگه هیچ موقع مثلا یه کمک چیزی نداشتیم. همیشه خودم صبح تا شب با یه فلاکس چایی که تو خونه دم دادم بردم تو خیابانا چرخوندم، زندگی من بالاخره با بخورنمی چرخوندم. همسرم که بیشتر زمان مثلا مریض بودی، بارها شده رفتم مثلا به سازمان ملل مراجعه کردم به خاطر یه عملیات جزئی. مثلا کسی صفرشون سنگ داشتن، 3 ماه زحمت کشیدم التماسشون کردم، کسی صدامو گوش نداده. گالان دیگه چندین ما میگذره با هم منوال باقی مونه. ناراحتی هاسم داره، بالاخره همه رقم مریضی داره. یک موقع من نمیتونم خودش بهشون برسم. همین امروز میتونم براتون شرفتمندانه سوگند بخورم، من باشون دعوا کردم. من نمیتونم شما رو ببرم به جای دیگه که دیگه باید اینجا بمونید. زیر آوار حالا هرچی شد در بلای سرتون اومد. یهنم که دیگه واقعا برخودی به ما کرده که من موقع فکر نمی کنم که ما انسانیم یا کدوم حقوق انسانی داریم. هیچ موقع اصلا هیچ صدا ما رو کسی نشنیده. سازمان ملل مثلا دخترم قبول کردن، پسرم قبول کردن، من مادرشو پرونده ما رو بستن. الان بارها رفتم التماس کردم که حداقل پرونده ما رو بتونن با پرونده بچه‌ام یکی کنن، مگر حرف ما رو گوش کردن. خودم الان 6 ماه شده نمیتونم کار کنم. به ناراحتی پاتیکی گرفتار شدم که راپورای بیمارستان هم امرام است. میتونم خدمتتون ارائه بدم که تمام دکترای بیمارستان دیگه تشخیص دادن که بله این آقا این مریضی رو داره، شما باید 1 سال تحت مداوا باشین. اما خودم رفتم کنار سازمان ملل چون پروندم بسته است، دیگه هیچ حقوق انسانی نداریم. بله الان از لحاظ مواد غذایی و کمک‌های آیا واقعا کمک‌های بهتون رسیده؟ روز 4-5 روز از روز زلزله میگذره، خونم داره همین اولی است دیگه 50 قدم بالاتر است، از 3-4 جا ترک برداشته که دیگه اومدیم اینجا توی محوطه باز. دیگه چادر چیزی هم که نداشتیم. تو شهر بعضی جا به عنوان کمک ماشینای خارجی اومدن، اما ما دیگه اون قدرت چه نداشتیم بتونیم. مثلا بیشتر همشهریای ترکیه واسه کونام مستضعف اینجا زیاد دارن، دیگه اونا تونستن بگیرن، اما ما که نتونستیم. دیگه میام اینجا شب فقط تا صبح نشستیم این دور بر میرم توی آشغالا یه خود چوب اینا جمع میکنم تا بتونم گردم. چه درخواستی دارین برای سازمان‌های حقوق بشری و سازمان‌هایی که میتونن به پناهنده‌ها کمک بکنن؟ والا درخواست ما همینه که حداقل واقعا ما هم انسانی، اگه ما رو انسان فکر میکنن حداقل ما رو از این وضعیت نجات بدن. به یه جای امنی باشه که یه لقمه نون خوش حداقل به این بچه‌ها بتونن بدن. یه طبقه زیادی ازشون نداریم. بله مرسی. فقط از این وضعیت زلزله، از این وضعیت خطری که در پیش داریم، خودم که واقعا هیچ رقم در توانم نیست. حتی اگر مطمئن باشم که فردا زلزله میاد دوباره این بار رو سر خود من همینجا خراب میشه، من نمیتونم کاری بکنم. مرسی. شما میتونید خودتون رو معرفی بکنید خانم؟ فرخنده تاجیک هستم. اسمتون یه بار دیگه بگید. فرخنده تاجیک. دختر خانواده این. بله. وضعیت روحیتون؟ کمکی بهتون شده یا نه؟ هیچ. چهار پنج روز همینجا این همینطور. شب تا صبح، صبح تا شب نمیخوابیم نه چیز. نه غذایی، نه آبی. هیچ. از سرما. گرسنگی هم حالا به جای سرماش. چه درخواستی دارین از نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد و کسایی که میتونن کمک بکنن در این زمینه؟ همین که ما را فعلا از وان دور بشیم. من دارم خیلی
میشه. مادر جان شما وضعیتون به چه شکل است؟ حالا که من مریضم، دیشب تا صبح اصلا نخوابیدم، اصلا از سرما و... آره نه گریه نمیم گریه کنیم هم بازم میگه باید وضعیت فقط به فکر ازیم که جان چهار تا بچه من چجوری نجات دادم. من اصلا حالت روی خوبی ندارم اصلا. چه درخواستی دارین از ناتا و سازمان حقوق بشری؟ خب جان چهار تا بچه من نجات بدم. الان چند روزه به این شکل دارین زندگی میکنین؟ از روز یک شنبه زلزله اومد ما دیگه اینجوری آوره. موقع زلزله کجا بودین شما؟ تو خونه بودیم. تا حالا برگشتین به خونه هاتون یا نه؟ نه نه اصلا اصلا نمیدونیم. تا میرم روی پلا پا میلرز، اصلا نمیتونم برم تو خونم. خونم خیلی طرف برداشته. خونم اون اگه یک تکون دیگه بود خراب میشه از ترس. باشه مرسی، امیدوارم که بالاخره مسائل و مشکلات به زودی زود حل بشه و خنده رو بر لب این خانواده افغانی که در شرایط بسیار بدی زندگی میکنن بتونیم ببینیم.